جمهوری اسلامی سال جدید رو با اعدام، شکنجه و احضار فعالین و کنشگران عرصه های مختلف اجتماعی به زندان، دادگاه و اداره اطلاعات شروع کرده. توجه شما را جلب کنم به گفتاری از رضا رئیستانا درباره اهمیت توجه به همسویی مبارزاتی گسترده علیه نقض حقوق بشر در ایران. نگاهی به عناوین برجسته خبرهای حوزه نقض حقوق بشر در ایران در سال جدید نکات مهمی رو یادآوری میکنه بازداشت نویسنده و تهیه کننده سرشناس مصطفی عزیزی اعدام سه زندانی متهم به مواد مخدر در زندان وکیلاباد مشهد انتقال کاوان محمدپور روزنامه نگار سردشتی به اداره اطلاعات ارومیه انتقال منیژه صادقی فعال مدنی و کارگری به زندان مرکزی سنندج بازگشت حکیمه شکری عضو گروه مادران پارک لاله از زندان قرچک ورامین به زندان اوین احضار سه تن از برگزار کنندگان روز جهانی زن به اداره اطلاعات سقز بعضی از این عناوین است ضمن اینکه الان تقریبا یه ماه میشه که از بازداشت کوروش بخشنده فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری گذشته ولی باز خبری از او در دست نیست احکام اعدام و بازداشت و سرکوب ها نشان میده که درست مثل سالهای گذشته مزاییک رنگارنگی از بخش های مختلف جامعه زیر تیغ سرکوب هستند از قربانیان فقر و آسیب های اجتماعی تا فعالین سیاسی، مدنی و کارگری از اقلیت های دینی و مذهبی تا اقلیت های ملی از اهل قلم و فرهنگ و سینما تا کنشگران حقوق کودکان و زنان وسعت سرکوب فقط نشانه تمامیت خواهی حاکمیت نیست باستاب عمق بیگانگی این نظام از مطالبات عمومی جامعه ما هم هست بیدلیل نیست که در یک دهه اخیر آمار اعدام در ایران تقریبا ده برابر شده تحلیل گزارش های سالانه نهادهای حقوق بشری مستقل از جمهوری اسلامی نشون میده که در مجموع سهم قربانیان دستگاه شکنجه و سرکوب نظام جمهوری اسلامی در میان فعالین و کنشگران جنبش کارگری در سالهای اخیر بیشتر شده یک علت این افزایش اینه که دامنه اعتراضات کارگران و فعالیت‌های کارگری بیشتر شده در شرایطی که سرکوب تقریبا مستمر طیف بسیار متنوعی از مردم ایران برای جمهوری اسلامی به مهمترین و اصلیترین ابزار حفظ موجودیتش تبدیل شده گسترش همسویی و همصدایی میان همه گروه های قربانیان نقش مهم و اساسی در درهم شکستن قدرت ماشین سرکوب جمهوری اسلامی داره منظور از همسویی این نیست که گروه های مختلف حقوق بشری از نظرات و اعتقاداتشون دست بردارن بلکه با حفظ همون دیدگاه ها و اعتقادات به نقض حقوق بشر اعتراض کنند یعنی دفاع از حقوق بشر رو به موافقت یا مخالفت با عقیده یا وابستگی سیاسی قربانی نقض این حقوق مشروط نکنند البته روشنه که مشکلات زیادی شکافت انداخته در کنش اعتراضی متحد برخورد فرقه گرایانه و ایدولوژیک به حقوق بشر یکی از این مشکلات اشتراکات فکری با سرکوبگران در های خاص مربوط به حقوق انسانی در میان مدعیان حقوق بشر مشکل دیگه ایه درجه بالای بهره برداری سیاسی قدرت خارجی از نقض حقوق بشر در ایران به عنوان اهرام فشار سیاسی در جهت منافع حاکمیتی خودشون یا درجه بالای ارتباط میان موثر بودن اعتراض به نقض حقوق بشر با دسترسی به رسانه های پرمخاطب که اساسا در دست دولت های غربی و جریانات ایرانی حامی سیاست های این دولت هاست باز مشکلات دیگری هستند. تازه روی این مجموعه که گفتم بالا بودن هزینه اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران یا بیخبری و هزارتوی مشکلات و گرفتاری های روزمره مردم رو هم نباید فراموش بکنیم اینها همه باعث شده که با وجود عمومی بودن و مزایکی بودن سرکوب همسویی گسترده بر محور اعتراض به نقض حقوق بشر رو شاهد نباشیم جمهوری اسلامی هم به منتها درجه از این پراکندگی میان حامیان حقوق بشر سوء استفاده میکنه و متناسب با بدتر شدن موقعیتش سرکوب ها رو وسیع تر می با این حال تردیدی نباید داشته باشیم که دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی رو فقط با گسترش اعتراض و همگرایی تیف های متنوع معترضان و مخالفان جمهوری اسلامی که میشه به عقب نشینی وادار کرد بخش خیلی مهمی از عقب نشینی هایی که در موارد خاص از طرف جمهوری اسلامی شاهد بودیم با وسعت دایره اعتراض مربوط بوده بنابراین باید امیدوار باشیم که تلاش حامیان حقوق بشر از تیف ها و گرایش های مختلف در سالی که تازه آغاز شده معطوف بشه به گسترش همسویی مبارزاتی علیه اصلی ترین مظاهر نقض حقوق بشر در ایران